هفتش ماه گذشته دامداران فروششون از قیمت تمام شدهشون پایین تر بود. اعتراضشون به همین بود که در ضرر دارن فعالیت میکنن. واقعا هم همین بود. از دو هفته قبل هست که تقریبا قیمت فروش دام زنده سر به سر شده با قیمت تمام شده است که با یه درصدی سود که برای دامدار لحاظ میشه. الان با این عدد فروشی که ما میانگین قیمت کشوری رو داریم، سامانه قیمتگیری که در کشور داریم، میانگین قیمت فروش مثلا در دام سنگین حدود 42 تومان هست، در دام سبک هم نزدیک 50 تومان. و همین رو تبدیل میکنیم به گوشت با فرمولهایی که داره با محاسباتش. گوشت دام سبک دیگه شقه بیشتر از 120 نباید باشه و دام سنگین هم بالاتر از 150 تومان تقریبا میشه گفت نباید باشه. البته بازار خودتون دارید. بله بازار، ولی الان حدود 10% 15% از این بالاتر که این اتفاق نباید بیفته. حتی بیشتر از این بالا، شما متوسطی دارید. من متوسطا عرض می‌کنم، مثلا اگر فرض کنید قطعات مختلف لاشه رو جدا جدا قیمتش حساب کنیم، بله عددهای مختلفی هست. من تو میانگین ها دارم صحبت میکنم و امروز ما یه جلسه داریم در واقع در مورد همین موضوع، تشکل های مرتبط این قسمت، که ببینیم این حلقه مفقوده چیه، کجاست که دامدار الان به سختی داره به اون زحمتی که کشیده، به اون سود معقولش داره میرسه، تازه در این ایام که میگیم گوشت در بیرون گرون هست، بحث توزیع هست، واسطه ها و مسائل دیگه که اونها در واقع مدیریتش در حوزه ما نیست، ولی با توجه به قولی که بنده در مصاحبه شب خبر اونجا دادم و به عهده گرفتم که واقعا چون برای ما مهمه مصرف کننده، این جلسه رو تشکیل بدم و امروز این جلسه رو تشکیل دادیم که این تشکل ها بیان بررسی کنیم ببینیم که به چه شکلی و صرف یکی هفته در روز آینده اعلام کنیم که به حال در چه قسمت هایی مشکل وجود داره و این